سلام و درود به تمامی همراهان لذت داستان. من شهرزاد هستم و اینجا هر شب براتون یه اوسنه میخونم. امشب میخوام قسمت ششم از داستان زیبای کنیز ملکی مصر رو برای شما بخونم. توی قسمت قبل داستان رو تا اونجا براتون خوندم که شرمیون به اتاق کال میره. اما کال به شرمیون میگه که عاشق و شیفته صورت ملکه کلوباترا است. شرمیون با قلب شکسته راهی قصر میشه اونجا متوجه میشه که سیاه های جنوب حمله کردن و نزدیک اسکندریه هستند با ملکه در شهر به راه میافته. از اوضاع و احوال مردم با خبر میشه و ملکه تصمیم میگیره یک گروه چریک استخدام کنه تا از کتاب خونه مراقبت کنن. اگر میخواین ادامه این داستان جذاب رو بشنوید فراموش نکنید که همین اول ویدیو رو لایک کنید و اگر من رو سابسکرایب ندارید حتما همراهیم کنید تا هر شب شنونده یکی از زیباترین افسانه های ایران و جهان باشید فراموش نکن که زنگوله پیج رو هم روشن کنی تا از داستانهای دونبالدار من جا نمونی. بریم تا با همین داستان جذاب رو بشنویم. همان روز از ظهر جارچی ها در شهر اسکندریه جار زدند و از مردان و به خصوص جوانان دعوت کردند که روز بعد در سیرک برای شرکت در نیروی چریک حضور به هم رسانند. کلوپاترا در بامداد سوار تخت روان شد و مرا با خود به سیرک برد. ما وقتی وارد سیرک شدیم مشاهده کردیم که عده‌ای از افسران و سربازان در آنجا حضور یافتند معدودی هم از داف طلبان ورود به نیروی چریک در آنجا حضور داشتند. همین که قدری از آفتاب بالا آمد، جمعیتی نزدیک به ده هزار تن که همه جوان بودند در سیرک جمع شدند. خاتون من در طبقه اول سیرک در یکی از لجها قرار گرفته بود. من نیز کنارش ایستاده بودم. کسانی که داوطلب شرکت در نیروی چریک بودند از مقابل کلوپات را میگذاشتند و به رسم یونانی ها دست راست را بلند می کردن. یک وقت چشم من به یک مرد جوان افتاد. مشاهده کردم که وی از همه مردانی که در سیرک هستند زیباتر است. بعد قلبم تپید چون مشاهده نمودم که آن جوان زیبا کال می باشد که قرار بود من او را در تماشاخانه ببینم. ولی مسئله سیاه به طوری جنبه وخامت پیدا کرده بود که مدیران تماشاخانه از نمایش دادن صرف نظر کردند. برای اینکه میدانستند مردم طوری وحشت و اضطراب دارند که هیچ کس به تماشاخانه نمی رود. رفتن به تماشاخانه و تماشای بازی هریسه در نقش دیان خاطری آسوده میخواست. و سکنه اسکندریه آسوده خاطر نبودند که بتوانند پولهای خود را برای تماشای بازی هریسه هنرپیشه معروف و محبوب خرج کنند. کال جلو آمد. از مقابل جایگاه کلوپاترا گذشت و دست خود را بلند کرد. من دیدم که هنگام عبور از مقابل لوژ دختر پادشاه مصر طوری با دقت او را مینگریست که مرا در عقب را ندید. در آن چند لحظه که کال از مقابل لوژ را عبور می کرد، قلب من به شدت می تپید. خیلی میل داشتم که دست خود را به حرکت درآورم و توجه کال را به سوی خود جلب نمایم. ولی دریافتم اگر من حرکتی برای جلب توجه آن مرد جوان و زیبا بنمایم توجه خاتون خود را جلب خواهم کرد. ولی شگفت آنکه وقتی کال از مقابل کلوپاترا عبور می کرد خاتون من هم با دقت زیاد او را مینگریست. بعد از عبور او رو برگردانید و گفت شرمیون آیا این مرد جوان را شناختی که اکنون از اینجا گذشت؟ من تجاهل کردم پرسیدم خاتون من کدام مرد را می گویی؟ گفت همین مرد جوان و زیبا را می گویم که مثل دیگران از مقابل من عبور و دست را بلند نمود. من تا او را دیدم شناختم. دانستم که همان است که در مسابقه اراب دوانی موفق به سبقت شد. از این جهت قیافه و اندام او در خاطرم باقی مانده که در اسکندریه زیباروتر و خوشاندامتر از او نیست. مجسم سازان یونان از وجود این جوان در مصر اطلاع ندارند اگر می وی در مصر است اینجا می آمدند. یا اینکه او را از این کشور به یونان می بردند تا اینکه مجسمش را بتراشند وقتی کلوپاس را این حرف را زد من گفتش را با گفته کال مقایسه نمودم کال عقیده داشت که زیباترین زن مصر کلوپاس را می باشد کلوپاترا هم زیباترین جوان اسکندریه را کال می آن دو با اینکه با هم یک کلمه حرف نزده بودند، دورا دور یک دیگر را می پسندیدند. تا آن روز من نفهمیدم که حسد چیست. من نام آن را بسیار می شنیدم، ولی از خود حسد بدون اطلاع بودم. ولی در آن روز دریافتم که حسد چه می باشد. وقتی شنیدم که خاتون من زیبایی کال را می ستاید و او را از تمام جوانان اسکندریه زیباتر میداند ناگهان خود را بدبخت دیدم چون فکر میکردم که زیبایی کال نباید توجه زنی چون خاتون من را جلب نماید بلکه من هستم که می توانم زیبایی آن پسر جوان را ببینم و بپسندم و پیوسته به او فکر کنم و دیگری این استعداد را ندارد. دیگر اینکه فکر می کردم خاتون من دختر پادشاه مصر است. می تواند از همه چیز برخوردار شود. هر کس را که اراده می کند به سوی خود جلب نماید. برای او جوانهای زیبا کم نیست. تمام پسران زیبای مصر آرزو می کنند که با کلوب را دوست شوند. ولی هیچ چک از آنها نظری به جانب من نمی اندازند. چون میدانند که من کنیز هستم. گرچه کال هم نسبت به من الفت پیدا نکرد ولی بی ننمود. وقتی من در مسافرخانی سور از او جدا شدم و به کاخ سلطنتی مراجعت کردم متوجه شدم که از من نفرت ندارد. مورد توجه قرار گرفتن کال از طرف کلوپاترا مسئله حمله سیاه پوستان را به شمال مصر از یادم برد. من در آن روز هیچ در فکر حمله مزبور نبودم فقط به کال و کلوب فکر می کردم. روز بعد خبر رسید که سیاه پوستان در رأس دلتا رسیدند آن روز که خبر رسیدن سیاه پوستان به رأس دلتا رسید زندگی در اسکندریه تعطیل شد با اینکه پادشاه مصر و دخترش کلوپاترا وعده داده بودند که از اسکندریه دفاع خواهد شد کشتی ها با دریافت اجاری گذاف فراریان وحشت زده را از شهر خارج می کردند و راه سوریه یا یونان یا روم را در پیش می گرفتند. در آن روز تمام دکان اسکندریه تعطیل شد و فروش و توزیع خاروبار متوقف. در مواقع عادی یک قسمت از خاروبار اسکندریه از جنوب مصر می آمد. کشتی هایی که از جنوب به طرف شمال حرکت می کردند، مواد غذایی را به اسکندریه می رسندند. ولی چون سیاه پوستان رأس دلتا را گرفته بودند، کشتیها فقط می توانستند بین رأس دلتا و اسکندریه آمد و رفت کنند و قادر نبودند که از رأس دلتا تجاوز نمایند و به طرف جنوب بروند. آن روز هنوز ظهر نشده بود. که کلوپاترا سوار بر تخت روان و به اتفاق ادهی از سواران در حالی که من نیز با او همراه بودم از کاخ سلطنتی خارج شد راه خیابانها و بازارهای شهر را در پیش گرفت دختر پادشاه مصر دید که همه جا دکانها بسته است مردم که خواهان خرید خاروبار هستند سرگردان می باشند و نمی دانند به کجا مراجعه نمایند کلوپاترا وقتی آن منظره را دید دستور داد که تخت روان را به کاخ سلطنتی برگردانند به نزد پدرش رفت به بتلمیوس سیزدهم گفت برای چه دستور نمی دهی که دکاندارها دکانهای خود را بگشایند و به مردم خاروبار بفروشند بتلمیوس گفت آنها میترسند. فکر می کنند که اگر دکانهایشان باز باشد سیاه پوستان هرچه در دکان است خواهند چاپید. کلوپاترا گفت اگر سیاه پوستان وارد این شهر شوند رعایت بسته بودن دکانها را نمی نمایند. در دکانها را خواهند شکست یا آتش خواهند زد و آنچه را که در دکانها است خواهند برد. فوری دستور بده جار بزنند که دکاندارها در به دکان خود را باز کنند. به مردم خاروبار و سایر احتیاجاتشان را بفروشند. هر فروشندهی که امتنا کرد دکانش باید از طرف معمورین سلطنتی باز شود. در این موقع که شهر در معرض خطر تهاجم قرار نگرفته نمی توان با کسانی که حاضر نیستند از مقررات تو اطاعت نمایند مماشات کرد. بتلمیوس سیزدهم تحت تاثیر گفته دخترش قرار گرفت. امر کرد که جارچی جار بزنند و به دکاندارها اطلاع دهند که دکانهای خود را بگشایند. تصریح کنند که هر کس دکان خود را نگشاید و مشغول کسب نشود دکانش از طرف پادشاه گشوده خواهد شد. دستور پادشاه موثر واقع شد برای اینکه دکاندارها متوجه شدند که تهدید مزبور بدون اساس نیست اگر از اطاعت امر پادشاه سرپیچی کنند دکانشان باز خواهد شد و هرچه دارند تفرید خواهد گردید برای اینکه هیچ کس را دل بر اموال بی صاحب نمی سوزد. بعد از اینکه دکانها باز شد کلوپاس را به پدرش گفت یک حکم دیگر صادر کن خروج مردم را از راه دریا ممنوع کن بسلامیوس سیزدهم این رأی دخترش را نپذیرفت گفت یکی از عوامل مؤثر رواج و رونق اسکندریه، آزادی کشتیرانی و عبور و مرور در این شهر بوده. اگر من دستور بدهم که مردم از این شهر نروند، لازمش این است که تمام کشتیها تحت نظارت قرار بگیرد. این موضوع به کشتیرانی آزاد این بندر لطمه میزند. نباید این تصور به وجود بیاید. که ما قصد داریم در اسکندریه کشتیرانی را محدود کنیم. کلوپاسو در قبال رأی پدر تسلیم شد. چون دریافت که وی نظریهی صحیح و عاقلانه را ابراز می نماید. پادشاه مصر گفت مردان این شهر دو طبقه هستند. بعضی از آنها جرأت دارند و برخی ترسو می باشند. آنهایی که جرأت دارند همینها هستند که وارد سپاه چریک شدند و حاضرند از شهر دفاع کنند عدهای دیگر که در روزهای بعد وارد سپاه چریک خواهند شد کسانی که جرأت ندارند افرادی می باشند که می کوشند با کشتی خود را از اسکندریه دور کنند بودن آنها در این شهر برای ما فایده ای ندارد زیرا که می ترسند شمشیر به دست بگیرند و از اینجا دفاع کنند. آزموده شده که افراد ترسو وقتی بین یک مشت سربازان دلیر قرار بگیرند روحیه ی آنها را ضعیف می کند. آنان را از موهومات می ترسانند. همان بهتر که ترسوها بروند و دلیران باقی بمانند که بتوانند بهتر از شهر دفاع کنند. در حالی که شهر اسکندریه به ظاهر وضع عادی پیدا کرد بر حسب دستور پادشاه مصر و دختر او کلوپاترا افسران ارتش برای تعلیم سربازان چریک عجله کردند من چون زن هستم از فنون جنگ اطلاع ندارم ولی از درباری ها می شنیدم که افسران ارتش می کوشند که سربازان چریک را قوی دل کنند و با آموزش فنون نظامی و تمرین های منظم آنها را چالاک نمایند افسران به سربازان چریک میگفتند، شما با دشمنی باید بجنگید که از فنون جنگ و شمشیر زدن بدون اطلاع است ولی جرأت دارد برای اینکه چون جانوران وحشی است وقتی که یک دسته گراز وحشی به شما حمله ور می شود بهترین وسیله دفاع این است که استقامت کنید از حمله آنها نترسید و بکوشید که تا آنجا که ممکن است گرازان را بیشتر به هلاکت برسانید. سیاه بوستان هر قد جرعت داشته باشند، از شیر زیادتر تحور ندارند. شیر وقتی با مقاومت شدید مواجه شد، به وحشت در می آید و می گریزد. یکی از اقدامات کلوپاترا که مرا خورسند کرد این بود. که وی با امداد روز بعد برای مشاهده تمرین ادهی از سربازان چریک رفت و مرا با خود برد. از این جهت خوشوقت شدم که بین سربازان مزبور کال هم بود. ولی وقتی که دیدم خاتون من لحظه به لحظه رو بر و کال را می نگرد و نسبت به او بیش از سربازان دیگر توجه دارد افسرده شدم. کال از تمام سربازان چریک که مشغول تمرین بودند بهتر تمرین می کرد. به طوری که صاحب منصب ارتش مصر او را از بین افراد خارج نمود و گفت این جوان لیاقت دارد که افسر سربازان چریک شود و آنها را تعلیم بدهد به خصوص نیز پرانی وی خیلی در خور تحسین است در این وقت کال طبق دستور افسر ارتش مصر سه مرتبه در حضور کلوپاترا نیزه پرتاب کرد هر سه بار نیزه او به هدف اصابت کرد کلوپاترا به کال اشاره کرد که به وی نزدیک شود. من حس کردم که احزار کال از طرف دختر پادشاه مصر فقط برای قدردانی از مهارت او در پرتاب کردن نیزه نیست بلکه میخواهد به این بهانه آن جوان زیبا را از فاصله نزدیک ببیند. کال به کلوپاترا نزدیک شد. طبق عادت فطری با گردن افراشته و سینه برآمده. دختر پادشاه مصر را نگریست. هر کس در آن موقع کال را میدید و او را نمی شناخت، فکر نمی کرد که وی یک راننده عرابه و از کارکنان باغ وحش اسکندری است. چون کسی که در باغ وحش عهدهدار مراقبت از جانوران می باشد، به قاعده نباید آن باشد. کال دارای لباس فاخر و هیچ نوزینتی نبود. ولی وقتی مقابل کلوپاترا ایستاد هر کس او را میدید و نمی شناخت فکر می کرد که او یک شاهزاده است کلوپاترا بعد از نزدیک شدن به دقت او را نگریست من هم که عقب خاتون خود بودم با دقت زیاد آن جوان ماهر را از نظر گذرانیدم من آن شب در مسافرخانه صورت آن جوان را از نزدیک دیدم اما دیدن یک نفر در شب چیز دیگر است و در روز چیز دیگر طوری زیبایی کال آن روز در مقابل نور خورشید می درخشید که من در دل گفتم ای پسر نیکو منظر آیا نور خورشید زیبایی تو را به جلوه در می آورد؟ یا تو هستی که با زیبایی خود نور خورشید را به جلوه در می آوری؟ کلوپاس را تجاهل کرد طوری با کال برخورد نمود که گویی وی را نمی شناسد. پرسید اسم تو چیست؟ جوان گفت اسم من کال است. کلوپات را از او پرسید اهل کجا هستی؟ کال گفت من در بیزانس متولد شدم. کلوپات را اظهار کرد پس تو یونانی می باشی. کال گفت از لحاظ محل تولد یونانی هستم. ولی پدرم ایرانی و مادرم سوریانی بود. من متوجه بودم که طرز تکلم کال با دختر پادشاه مصر شبیه هست به طرز تکلم او با من در شبی که در مسافرخانی سور با من صحبت میکرد. من با نگاه خیره چشمان آن جوان را از نظر میگذرانیدم چون نمیخواستم بدانم که آیا در چشمهای او نسبت به دختر پادشاه مصر آثار الفت آشکار می گردد یا نه؟ اما اثری از الفت در دیدگان آن جوان نسبت به را ندیدم. از این موضوع قلبم روشن شد. آن وقت کلوپاترا لازم دانست که با آن جوان طوری حرف بزند که وی بداند که دختر پادشاه مصر با وی آشناست. گفت آیا تو همان نیستی که در مسابقه ارابه ها در سیرک عرابه خود را پیش راندی و توانستی شیران خود را به خوبی اداره نمایی؟ کال گفت بله دختر پادشاه مصر من همانم کلوپاترا پرسید آیا تو در جنگ ها هم شرکت کرده ای؟ کال گفت من هرگز در جنگ شرکت نکردم کلوپاترا پرسید چگونه با این مهارت که من در اینجا دیدم نیزه پرتاب میکنی؟ کال جواب داد من فن پرتاب کردن نیزه را در ورزشگاه ها مختم. کلوپاتا گفت غیر از پرتاب نیزه کدام یک از اسلحه های جنگی را می توانی به کار ببری؟ کال جواب داد من می توانم دیسک به پرانم. را اظهار کرد مردی که بتواند دیسک به پراند سنگنداز و فلاخنانداز است. تو خواهی توانست در میدان جنگ علاوه بر پرتاب نیزه به وسیله پرتاب سنگ و فلاخن اندازی خسم را عقب برانی. کال گفت من هنوز در میدان جنگ شرکت نکردم که بدانم از عهده این کارها بر میایم یا نه. کلوپاس را گفت من میدانم که این کارها از تو ساخته است. در جرأت تو تردید ندارم. زیرا کسی که چهار شیر نر را مقهور خود می کند دارای جرأتی است بیش از دلیری شیر من نمیدانستم که منظور کلوپاتر از این مقدمه ها چیست تا اینکه دختر پادشاه مصر گفت کال من قصد دارم که در جنگ شرکت کنم نمیگویم که می توانم شمشیر بزنم یا نیزه بپرانم ولی میدانم که شرکت من در جنگ در پایداری مردها موثر است کسانی را که دچار تردید می شوند که آیا پایداری نمایند یا خیر از تردید بیرون می آورد. من به رئیس کتابخانه این شهر وعده دادم که از کتابخانه دفاع بشود. به این وعده عمل خواهم کرد. در موقع جنگ می باید یک گروه از سربازان چریک با من باشند و من انتخاب سربازان مزبور را به عهده تو میگذارم ولی تو در این خصوص با صاحب منصب ارتش مصر هم مشورت کن چون او یک مرد جنگی است در جنگ ها شرکت کرده و تجربه هایی دارد که تو نداری تو رئیس دسته ای از سربازان خواهی بود که با من در میدان جنگ پیکار خواهند نمود سربازان را همین امروز انتخاب کن که از فردا صبح دسته ی تو معلوم باشد از اولین روز جنگی که در تاریخ مصر در زمان سلطنت بتلمیوس سیزدهم معروف به جنگ دلتا شد زیرا در دلتای رود نیل در گرفت معلوم بود که هدف نهایی سیاه پوستان ساکن جنوب مصر که فقر و گرسنگی ناشی از خشکسالی و قحط و قلا سبب حرکتشان به جانب شمال بود حجوم به شهر ثروتمند و پر رونق اسکندریه است. آنها به قرار واقع در سواحل شاخه های نیل و باغ های مجاور شرط مزبور توجه نداشتند که زودتر خود را به اسکندریه برسانند. ارتش پادشاه مصر در رأس دلتا یعنی در منطقه که رود نیل به چند شاخه تقسیم می شود، جلوی سیاه را گرفت. اده از آنها را به خاک هلاک افکند. سیاه وقتی دیدند که نمی توانند به طور مستقیم به طرف اسکندریه بروند تاکتیک قدیمی خود را در پیش گرفتند. مصمم شدند که از راه های دیگر خود را به اسکندریه برسانند. راههای دیگر عبارت بود از شاخه های رود نیل و عراضی واقع در بین شاخه ها. همچنین عراضی واقع در طرف مشرق و مغرب دلتای رود نیل. وقتی سیاه بوستان تصمیم گرفتند که از راه های دیگر خود را به اسکندریه برسانند، ارتش پادشاه مصر هم مجبور شد که تاکتیک جنگی دوره بتلمیوس دوم را پیش بگیرد. یعنی در عقب سیاه راه بیفتد. تا اینکه آنها را در اسکندریه مورد محاصره قرار بدهد و از پا درآورد اما وضع اسکندریه در دوران پدر بانوی من کلوپاترا یعنی بتلمیوس سیزدهم غیر از دوره بتلمیوس دوم بود در آن دوره اسکندریه نیروی مدافع نداشت لذا سیاه وارد شهر شدند هرچه توانستند کردند در دوره بسلمیوس سیزدهم اسکندریه دارای نیروی چریک بود نیروی مزبور می توانست از شهر دفاع کند و اگر نتواند از ورود های ممانعت نماید باری ورود آنها را به تأخیر بیاندازد تا اینکه ارتش پادشاه مصر از عقب برسد و سیاه پوستان را از بین ببرد کلوپاتا چون به رئیس کتابخانه اسکندریه قول داده بود که از آنجا دفاع نماید گروه سربازان مدافع خود را به فرماندهی کال روبروی کتابخانه قرار داد به او گفت کال به سربازان خود بسپار که هر واقعی که پیش بیاید هیچ کسی کس سیاه پوستان نباید وارد کتابخانه شوند زیرا ارزش کتابخانه برای ملت مصر بیش از ارزش افراد است در یک کشور به هنگام وقوع جنگ یا شرایط غیرعادی دیگر اگر ادهی به قتل برسند مرگ آنها قابل جبران است برای اینکه مادران مصر باز فرزند خواهند زایید فرزندان رشد خواهند کرد و در بزرگی جای کسانی را که کشته شدند خواهند گرفت ولی اگر یک کتاب از بین برود زایایی است غیر قابل جبران چون با هیچ چیز نمی توان قرامت یک کتاب را که از بین می رود تعدیه کرد. کال گفت تا روزی که من و سربازان من زنده هستیم نمی گذاریم که یک سیاه پوست وارد کتابخانه شود. کلوپاترا گفت من هم بین شما هستم. جز موقعی که برای بازدید از های مختلف جبه می روم، با شما به سر خواهم برد. به شما می گوییم که نباید تصور کنید. اگر خود را به کشتن بدهید من از شما راضی خواهم شد. به سربازان خود بگویید که به انجام رسانیدن وظیفه عبارت از این نیست که خود را به کشتن بدهند. بلکه این است که بکوشند زنده بمانند و سیاه را به قتل برسانند. با اینکه سیاه پوستان شتاب داشتند که زودتر خود را به اسکندریه برسانند، در راه هر قریه‌ای را که می دیدند، آتش می زدند. هر مصری را که مشاهده می کردند می برای اینکه به نظر آنها مصری ها مردمی ثروتمند بودند. شهرهایشان آباد و پر جمعیت و مزارعشان سبز بود. در خانه های خوب زندگی می کردند و خود و زن و فرزندشان از نعمت سلامتی بهرمند بودند و سیر غذا می خوردند. به همین جهت سیاه فقیر و گرسنه جنوب از همسایگان شمالی خود نفرت داشتند و از قتل مصری ها لذت می بردند. سیاه بوستان انقدر اکول بودند که هرگز سیر نمیشدند. در تمام ساعات بیداری غذا میخوردند. و وقتی که نمی با گوشت گاو و انواع پرندگان که در سواحل نیل فراوانه است خود را سیر کنند، گوشت تمساح و اسبهای آبی و مارهای سواحل نیل را میخوردند کلوپاترا میگفت این هم از مختصات زندگی بدوی آنهاست همانطور که بعضی از جانوران هرگز سیر نمیشوند و در تمام ساعات بیداری غذا میخورند سیاهان هم پیوسته مشغول غذا خوردن هستند و هرگز دهان آنها از حرکت باز نمیماند. مگر در موقع خواب یا هنگامی که چیزی برای خوردن نصیب آنها نشود که این هم بعید است طرز پیکار آنها هم مانند جانوران بود یک مرتبه حجوم می آوردند و هر که را در سر راه خود میدیدند به قتل می رسندند. چون هیچ در فکر حفظ خیش نبودند معدوم کردن آنها سهل بود اگر سربازان ما پایداری می نمودند می که سیاهان را معدوم کنند و عقب بنشانند. کف پا و کف دستان سیاه پوستان مالند سوم اسب و استر سخت بود. پیکان در آنها فرو نمیرفت. رفت. ناخونهای بلند داشتند. وقتی سلاح از دستشان می افتاد با ناخونهای خود می جنگیدند. می که ناخونهای بلند خود را در چشم سربازان فرو کنند و آنها را نابینا نمایند. کال که در پرتاب کردن نیزه زبردست بود به سربازان خود تعلیم داد که چگونه وقتی سیاه پوستان نیزه پرتاب می نمایند از خود دفاع کنند. کال که خودش طرز جنگ سیاه پوستان را از افسران ارتش مصر فرا گرفته بود به سربازان واحد خود می گفت که سلاح سیاه پوستان نیزه است. آن را رها می نمایند. نظر به اینکه از فنون جنگی بی اطلاع هستند عقلشان نمی رسد. هنگامی که نیزه های خود را رها می نمایند ممکن است روی زمین بخوابد و نیزه از بالای سر او عبور کند بدون اینکه آسیبی به وی برسد همین که سیاه پوستان نیزه خود را رها کردند می دوند تا منطقه ای را که مطمئن نظرشان می باشد اشغال نمایند در آن موقع سربازان چریک باید نیزه های خود را به طرف سیاه پوستان رها کنند تا اینکه هجوم آنان را متوقف کنند. اگر نتوانستند در آن وقت مانع از تهاجم سیاهان شود باید شمشیر خود را به کار اندازند و بهترین وسیله محافظت از ناخونهای بلند سیاه پوستان که مانند چنگال در رندگان می باشد شمشیر است. آنها که شمشیر ندارند و نمی توانند آن را به کار ببرند در می مانند. سیاه فاقد شمشیر بودند ولی گرزهای خطرناک داشتند. گرز آنها عبارت بود از یک قطع سنگ که آن را در یک کیسه از الیاف محکم گیاه قرار می دادند. آن کیسه را با ریسمان هایی که با الیاف گیاه بافته می به یک دسته چوبی می بستند. قرار دادن سنگ در کیسه و بستن آن کیسه به چوب برای این بود که نمیخواستند در سنگ حفره ای به وجود بیاورند و دسته چوبی را در آن حفره جای دهند. آن کار برای سیاه زحمت داشت. در صورتی که نهادن سنگ در کیسه و بستن آن کیسه به یک دسته چوبی برای آنها آسان بود. گرز سنگی مزبور در دست سیاه بوستان یک سلاح خطرناک به شمار می آمد که جای شمشیر را می گرفت. وقتی به فاصله نزدیک خصم می رسیدند، آن گرز را هم مانند نیزه پرتاب می کردند. در قبال آن گرز، بهترین وسیله دفاع سپر بود. پادشاه مصر موافقت کرد که به تمام سربازان چریک سپر بزرگ چوبی داده شود. کال سربازان خود را وادار می کرد با گرزهایی شبیه به گرز سیاه پوستان تمرین کنند تا در موقع جنگ بتوانند خود را از خطر گرز آنها حفظ کنند. پادشاه مصر بعد از اینکه که سیاه پوستان از رأس دلتا گذشتند در صدد جلوگیری از آنها بر نیامد. برای اینکه جلوگیری از سیاه پوستان در دشت های واقع در بین شخه های نیل و در بیابانهای شرقی و غربی آن شط دیوانگی بود نتیجه ای نداشت جز این که ارتش و نیروی چریک مصر از بین برود و سیاه پوستان بدون اشکال و مانع وارد اسکندریه شوند و آن شهر را ویران کنند دسته سیاهان وقتی در صحرا متفرق شدند یکی دوتا نبودند که بتوان از عبور آنها ممانعت کرد صدها دسته کوچک از سیاه پوستان با راه پیمای دائمی با راهپیمایی دائمی در دشت های فیما بین شاخه های نیل و بیابان های اطراف آن حرکت می کردند. اگر میخواستند که برای جلوگیری از هر دستی سیاه پوست یک دسته سرباز بفرستند، پنج برابر ارتش مصر هم کفاف جلوگیری از آنها را نمی نمود. تاکتیک اوقلایی این بود که بگذارند سیاهان به هدف نهایی خود که اسکندریه است نزدیک شوند آن وقت آنها را بین دو شمشیر قرار دهند بدین ترتیب که نیروی چریک اسکندریه از جلو به آنها حمله کند و ارتش مصر از عقب و در وسط دو نیروی قوی و متمرکز آنها را نابود نمایند اگر پادشاه مصر میخواست که ارتش مصر یا نیروی چریک را معمور جلوگیری از دسته های سیاه نماید سربازان مصر در جنگ های متعدد و متفرق کشته میشدند راه اسکندریه باز میماند و مقابل شهر هم نیروی وجود نداشت که از آن دفاع کند سیاه در منطقه دلتای رود نیل یک قریه سالم باقی نگذاشتند همه جا را ویران می کردند و می سوزانیدند. هرچه دام در منطقه دلتای رود نیل وجود داشت بدون استفاده معدوم نمودند. در مواقع عادی بیش از یکصد هزار گاو در مراتع دلتای رود نیل میچرخیدند که همه به دست سیاه پوستان معدوم شدند. با اینکه رابطه اسکندریه با جنوب قطع شده بود، شهر از حیث خاروبار دوچار مزیقه نشد. برای اینکه کشتیها از سوریه مقدار زیادی خاروبار وارد شهر می کردند و پادشاه مصر هم کسبه را مجبور نمود که دکان را مفتوح نمایند و مثل ایام عادی به مردم مواد غذایی بفروشند دو امارت بزرگ شهر اسکندریه که یکی امارت سیرک و دیگری امارت تماشاخانه بود اختصاص به سکونت مهاجرین داده شد ولی چون روستایان و دامپروران از مقابل سپاهیان میگریختند و خود را به اسکندریه میرسانیدند این دو امارت برای سکونت آنها کفاف نداد در آن وقت پادشاه مصر حکم کرد که قسمتی از انبارهای بندر اسکندریه را که در آن موقع خالی بود اختصاص به سکونت مهاجرین بدهند بقیه هم کنار دریا روی ماسه های ساحلی به سر میبرند و چون فصل پاییز فرا رسیده بود مهاجرین هنگام روز از گرما معذب نمی شدند ولی شب از سرما رنج می بردند. فراموش نمی کنم. وقتی سیاه پوستان به اسکندریه رسیدند موقعی بود که مرغابی ها در آسمان خانندگی می کردند. زیرا در فصل پاییز مرغابی ها از شمال دریای روم به طرف سواحل مصر مهاجرت می کنند و قوقای آنها در آسمان شنیده می شود. در همان شب که مرغابی ها برای اولین مرتبه در آن فصل پاییز قوقا به راه انداخته بودند و از آسمان در نیزارهای اطراف نیل فرود می آمدند سیاه پوستان به اسکندریه حمله ور شدند. آنها تصور می نمودند که می توانند از سیاهی شب استفاده کنند و قوای مدافع شهر را قافل گیر کنند. قافل از اینکه چریک شهر اسکندریه طبق دستور افسران ارتش و تاکیدهای کلوپاترا خود را برای جنگ شبانه آماده کرده بود مشعلهای متعدد گرد آورده بودند تا اینکه مناطق جنگ را روشن کنند دیگر اینکه پادشاه مصر دستور داد که فرمانده مدافع شهر مناطق اصلی جنگ را در موقع شب به اطلاع مستحفظین چراغ دریایی اسکندریه برسانند تا اینکه آنها نور چراغ را متوجه آن قسمت کنند و آنجا را رو روشن کنند آنها نمی توانستند که پیوسته نور چراغ دریایی را متوجه یک قسمت از شهر کنند برای اینکه کشتی هایی که از دریا می آمدند احتیاج به دیدن روشنایی چراغ داشتند ولی ممکن بود که برای چند دقیقه روشنایی چراغ دریایی اسکندریه قسمتی از شهر را رو روشن کند تا مدافعین وضع جنگ را بهتر مشاهده کنند در همان موقع که در اسکندریه مشغول فراهم کردن وسایل دفاع بودند مقدار زیادی هم آتش یونانی ساختند من گفتم که راز ساختن آتش یونانی چگونه در مصر محفوظ میماند غیر از پادشاه و یک استادکار مورد اعتماد کسی از راز ساختن آن مطلع نبود در آن موقع دی کالگر به هدایت آن استادکار شروع به ساختن آتش یونانی کردند ولی نمیدانستند موادی که جهت ساختن آن آتش به کار می رود چیست طبق دستور استاد خود بعضی از مواد رنگارنگ را با هم مخلوط می کردند تا اینکه آتش یونانی به وجود بیاید شبی که سیاه پوستان به اسکندریه حمله ور شدند برای من فراموش شدنی نیست در آن شب از تمام جهات چهارگانه غیر از امتداد شمال یعنی دریا فریاد سیاه پوستان و صدای تبل آنها به گوش می رسید آنها به دو منظور تبل می زدند یکی این که مدافعین شهر را بترسانند دیگر این که به وسیله تبل با هم رابطه حاصل می کردند. هر دست از سیاه پوستان وضع خود را با تبل به اطلاع دیگران می رسانید. وقتی سیاه پوستان به شهر حمله کردند، نیروی چریک ما مشعلها را افروختند و برای دفاع آماده شدند. پادشاه ما که پیوست نی میزد زد، در آن شب لباس رزم برتن کرد و آماده دفاع از شهر شد. شنیدم که به اطرافیان خود می گفت چون این شهر از آن من است، من بیش از دیگران باید برای دفاع از اسکندریه جدیت کنم. بعد از اینکه سیاه پوستان حجوم آوردند، من جنیق های مدافع به کار افتاد. بر سر مهاجمین سنگ بارید. سیاه پوستان انتظار نداشتند که وضعی پیش بیاید که مانند باران بر سرشان سنگ ببارد. وحشت زده مقتولین و مجروحین خود را به جا گذاشتند و عقب نشینی کردند. ولی بعد متوجه شدند که منجنیق های ما دارای یک نقطه ضعف است و آن کمی تعداد منجنیق ها و همچنین کندی بستن سنگ ها به آن می باشد من بعدها از کال شنیدم هرگاه نیروی مدافع اسکندریه در آن شب منجنیق کافی داشت و منجنیق ها را در سه صف هر صف بالای صف دیگر نصب می کردند به طوری که لاغل در هر لحظه یک صف از ها پر از سنگ باشد حمله سیاه پوستان در هم شکسته میشد و احتیاج به وسیله دفاع دیگر نبود علت کمی ها فقط کمی پول و اعتبارات نظامی بود چون ساختمان هر منجنیق خرج داشت بتلمیوس سیزدهم که پادشاهی ثروتمند بود و هر سال بر مقدار ثروتش افسوده میشد راضی نمیشد که برای ساختن مقداری کافی از ها پول بدهد دیگر اینکه به قول کار استفاده از منجنیق مستلزم دارا بودن یک عده تیرانداز ورزیده است که بتوانند با سرعت منجنیق ها را پر کنند و زاویه سنگندازی را معین کنند اسکندریه در آن دوره به قدر کافی تیرانداز منجنیق نداشت و سربازان عادی عهدهدار پر کردن منجنیق با سنگ و خالی کردن آن می شدند. لذا نمی با سرعت منجنیق ها را پر نمایند و زاوی سنگندازی را طوری میزان کنند که سنگ به هدف اصابت کند. کشکول ها یعنی محلی که سنگ را در آن میگذارند نیز کوچک بود تیراندازان ما نمی که مقدار زیادی از سنگ های درشت را در یک تیر به سوی مهاجمین پرتاب کنند وقتی یک قشون مهاجم آن هم قشونی نیمه وحشی حمله می کند. برای جلوگیری از حمله آنها باید هر بار کشکول منجنیق را با سنگ های زیاد پر کرد تا بعد از اینکه سنگ پرتاب گردید افشان شود و عده زیادتری از سربازان خسم را از پا بیاندازد ولی چون کشکول منجنیق های اسکندری کوچک بود از افشان کردن سنگ ها آنطور که باید نتیجه به دست نمی آمد. با وجود نواقص مزبور سیاه پوستان در قبال منجنیق های اسکندریه در هر منطقه که منجنیق وجود داشت عقب نشینی کردند. ولی بعد متوجه شدند پس از اینکه منجنیق خالی شد مدتی طول کشید تا آن را پر کنند و بازوی منجنیق را فرود بیاورند که کشکول رها شود و سنگ پرتاب شود. آنها می توانند از آن فرصت استفاده کنند و خود را به منجنیق برسانند آن را تصرف کنند یا در هم بشکنند بعد از اینکه سیاه راه مبارزه با منجنیق ها را فرا گرفتند سربازان چریک اسکندریه در صدد برآمدند که به وسیله نیزه آنها را از پا درآورند در هر منطقه از جمله کتابخانه انبوهی از نیزه های آماده فراهم کرده بودند سربازان ما نیزه ها را یکی بعد از دیگری به طرف سیاهان میانداختند. با اینکه اکثر نیزه ها به خطا می رفت، باز آنچه به هدف اصابت می کرد کافی بود که سیاه پوستان را مردد کند. ولی چون میدانستند که شمار آنها زیاد است، فکر می کردن که بالاخره بر اثر وفور سربازان خود مدافعین شهر را از پا در می آورد. بتلمیوس سیزدهم خود گاهی نیزه به دست می گرفت. به طرف سیاه گوستان پرتاب می نمود و کلوپاترا سوار بر تخت روان در حالی که من در تخت روانش بودم به راه افتاد. تا اینکه مدافعین شهر را تشویق کند و به هر منطقه که می رسید به مدافعین می گفت به طوری که می بینید مقاومت در مقابل این وحشیان آسان است. کافی از شما نشان بدهید نه از رنگ سیاهشان می ترسید از فریاد هایی که برمیآورند و تبل هایی که میکوبند، بعد از اینکه مدتی جنگ ادامه پیدا کرد، صدای تبل سیاه پوستان شنیده شد. در تمام قسمت ها سیاهان تماس خود را با مدافعین شهر قطع کردند و از آن پس دیگر حمله نکردند. کلوپاستا به منطقه مخصوص خود یعنی مقابل کتابخانه مراجع کرد. در تمام مدتی که سیاهان مشغول حمله بودند، در منطقه بندری اسکندریه اتفاقی نیفتاد که اهمیت داشته باشد و به توان آن را ذکر کرد. در همان مدت چند کشتی که از دریا می آمدند وارد بندر اسکندریه شدند زیرا اطلاع نداشتند که در شهر چه خبر است. پس از اینکه وارد حوزه بندری گردیدن نیز واقعی اتفاق نیفتاد که آنها را مسترب کند. پس سیزده سیزدهم دی از افسران ارتش و رؤسای چریک از جمله کال را به کاخ سلطنتی احضار کرد. من هم با کلوپاترا به آنجا رفتم. طولی نکشید که سربازان دی از سیاه پوستان مجروح را که قدرت فرار نداشتند به کاخ سلطنتی آوردند تا اینکه مورد تحقیق پادشاه قرار بگیرند. پادشاه مصر راجع به نقشه و طرز جنگ سیاهان از آنها پرسش کرد ولی نه آنها زبان ما را میدانستند نه ما می به زبان آنها صحبت کنیم پادشاه مصر امر کرد که در حوزه بندری شهر کاوش کنند از ناخدایان سفاین شتی که به جنوب مصر مسافرت کردند بپرسند که آیا در بین آنها کسی هست که زبان سیاه پوستان را بداند و بتواند با آنها صحبت کند یا نه؟ وضع سیاه پوستان در کاخ سلطنتی خوب نبود. بعضی از آنها می زیرا از زخم هایی که بر آنان وارد آمده بود رنج می بردند. کلوپاس را به من گفت شرمیون به رنگ پوست اینها نگاه نکن. چون رنگ پوست بدن معیار شناختن مردم نیست. این مردم از لحاظ عقل و هوشی و دیگر چیزهایی که انسان را از جانوران متمایز می سازد هیچ تفاوتی با ما و مردمان دیگر ندارند اما چون فاقد تمدن و فرهنگ هستند از مزایای انسانی خود کمتر بهره میبرند به همین جهت است که تو مشاهده می کنی اینان در ظاهر فرقی با جانوران ندارند این موجودات بینوا تا وقتی که آزاد هستند بدون ملاحظه و ترحم هر کس را که ببینند به قتل می رسانند. همین که گرفتار شدند باز مثل جانوران خود را زبون می بینند. به طوری که می بینی گریه می کنند و شهامت در آنها وجود ندارد. در این وقت دو نفر از ناخدایان صفاین شتی که زبان سیاهان جنوب مصر را می به کاخ سلطنتی آورده شدند. بتلمیوس به وسیله آنها سیاهان مجروح پرسید. شما چند نفر هستید؟ مجروحین جواب دادند. ما پانزده قبیله هستیم. پادشاه مصر سوال کرد. شمار سربازان شما چند نفر است؟ سیاه پوستان نتوانستند شمار سربازان خود را معین کنند. گفتند که از این موضوع اطلاعی ندارند. بعد از این چندی بین آنها مترجمین مکالمه شد. آن دو ناخدا اظهار کردند که سیاه پوستان نمی توانند شماره نگه دارند. همین که ارقام از بیست تجاوز کرد گیج می شود. به همین جهت اینها نمی توانند جواب بدهند که قشون سیاهان متشکل از چند سرباز است. بتلمیوس از این گفته حیرت کرد پرسید. اینها در موقع جنگ چگونه قسمت های مختلف سربازان خود را اداره می کنند در صورتی که از شمار آنها اطلاعی ندارند مترجمین باز مدت طولانی با سیاه صحبت کردند نتیجه مذاکراتشان این شد که هر واحد نظامی سیاه پوستان بیست سرباز است هر بیست هن یک فرمانده دارد بیست فرمانده تحت فرماندهی یک نفر قرار می گیرد و قساله هازا پادشاه مصر پرسید برای چه اینان مبنای بیست را انتخاب کردند؟ وقتی مترجمین سوال شاه را برای سیاهان ترجمه کردند آنها ده انگشت دست و ده انگشت پای خود را نشان دادند معلوم شد که از این جهت مبنای بیست را انتخاب کردند که هر کس دارای بیست انگشت دست و پا می باشد بعد پادشاه مصر از آنها پرسید برای چه شما مبادرت به حمله کردید؟ چرا از کشور خارج شدید و به این سو آمدید؟ آنها گفتند در ولایت ما همه می که آب روزخانه بزرگ به طرف شمال می رود. از شرخهایی می گذرد که پر از آزوغه و زنهای سفید پوست است. ما امتداد آب را گرفتیم. به طرف شمال راه افتادیم تا اینکه شکم خود را از خاروبار سیر کنیم و از زنها متمتع شویم پادشاه پرسید شما امشب بعد از یک حمله شدید تماس خود را با ما قطع کردید بگویید برای چه تماس خود را قطع نمودید سیاه مجروح گفتند ما از این جهت تماس با شما را قطع کردیم که مشاهده نمودیم در سیاهی شب چشمهای شما بهتر از چشمهای ما که به تاریکی عادت داریم می بیند. زیرا شما از مشعل استفاده می کنید. دارای یک چراغ بزرگ هستید که روشنای آن همه جا را روشن می کند. این بود که ما ترجیح دادیم که امشب حمله را متوقف کنیم و بعد از اینکه هوا روشن شد مبادرت به حمله کنیم. پادشاه مصر یک سلسله سوالات دیگر هم از سیاه کرد. ولی آنها نتوانستند به سوالات پادشاه مصر جواب بدهند برای اینکه نمیفهمیدند که بتلمیوس سیزدهم چه میگوید یکی از چیزهایی که پادشاه میخواست بداند این بود که آیا سیاه پوستان می دانن که ارتش مصر عقب آنها است و قصد دارد خود را به اسکندریه برسانند یا نه ولی سیاه پوستان نمی جواب این سوال را بدهند شاه مصر آنچه میخواست از سیاه پوستان بفهمد فهمیده بود. امر کرد آنها را از کاخ سلطنتی خارج کنند و کنار رود نیل به قتل برسانند. لاشه آنها را در آب بیاندازند تا اینکه به طرف دریا برود و طعمه جانوران دریا شود. نتیجه مشاوری آن شب این شد که مدافعین شهر باید منتظر حمله سیاه در بامداد باشند. و چون در موقع شب حمله سیاهان در هم شکسته شد به احتمال قوی اگر مدافعین مقاومت نمایند در موقع روز حمله سیاهان در هم خواهند شکست چند نفر از رؤسای مدافعین از طرف پادشاه مصر مورد تشویق و قرددانی قرار گرفتند ولی هیچ یک از آنها مثل کال مورد تشویق قرار نگرفت. پادشاه مصر به پاس شجاعتی که در آن شب از طرف کال بروز داده شد، درجه سنتوریون را به او داد. این درجه یعنی فرماندهی یکصد سرباز. مصری ها این درجه را از رومی ها اقتباس نموده بودند. من از اینکه کال که فرمانده دسته ای از نیروهای چریک بود یک افسر رسمی شده و نایل به درجه سنتوریون گردیده بسیار خوشوقت شدم فقط یک چیز مرا متأثر کرد آن این که درجه مزبور بر حسب پیشنهاد کلوپاترا از طرف پادشاه به کال داده شد هرگاه کلوپاترا آن پیشنهاد را نمی کرد کال به آن درجه نمی رسید در نتیجه کال که درجه خود را مرهون کلوپات را میدید بیشتر مجذوب او میگردید با امداد روز دیگر با صدای تبل سیاه پوستان و فریادهای مخوف آنها به گوش رسید ما دانستیم که سیاهان حمله را تجدید کردند با اینکه آنها گروهی نیمه وحشی بودند از وقایع شب قبل عبرت گرفتند و در مناطقی که منجنیق وجود داشت مبادرت به حمله نکردند لذا قوای مدافع اسکندریه در آن روز نتوانست از منجنیق های خود استفاده کند. ممکن بود که منجنیق را از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل نمایند ولی این کار مستلزم آن بود که یک نیم روز وقت صرف شود. تا آن موقع همه پیش بینی می کردن که کار جنگ یک سره خواهد شد. تجربه دیگر که سیاه پوستان از جنگ شب قبل تحصیل کردند، این بود که در صدد برآمدند که به وسیله گرزهای مخوف خود نیز اندازان اسکندریه را از پا درآورند بدین ترتیب که صدها سیاه پوست همه مسلح به گرز در یک منطقه است به حمله می کردند گرزها را به سوی نیزداران ما پرتاب می کردند گرچه ادهی از آنها با نیزه نیروی مدافع از پا در می آمدند. ولی می توانستند که اده ای از نیزداران ما را هم از پا بیاندازند. در سه منطقه سیاه توانستند که به وسیله گرزهای سنگین خود خط جبه را بشکافند و وارد شهر شوند اگر آتش یونانی نمی بود و در سه منطقه جلوی سیاه پوستان را نمی گرفت خود را به مرکز شهر می رساندند و در عقب آنها سیل نیرومند سیاه پوستان وارد شهر می شد و اسکندری از پا در می آمد. ولی آتش یونانی که خاموش نمی شود، آنهایی که وارد شهر شده بودند را از پا درآورد. من تا آن موقع طرز به کار بردن آتش یونانی را ندیده بودم. فقط نامی از آن آتش به گوشم رسیده بود ولی در آن روز دیدم که سربازان ما کوزه هایی که یک سر آن فتیله بود به دست می گرفتند آن فتیله را آتش می زدند و بعد کوزه را پرتاب می کردند کوزه قبل از این که سقوط کند در فضا منفجر می شد بعضی از کوزه ها هم بعد از رسیدن به زمین منفجر می شد بعد از انفجار هر کوزه مقدار زیادی آتش از آن روی سیاه پوستان می ریخت. سیاهان هرچه می کردند که آتش را خاموش کنند از عهده بر نمی آمدند. با فریادهای جگر خراش می و از حرکت باز می افتادند. ای به آتش یونانی این بود که وقتی آن را به وسیله منجنیق در نقاط دوردست پرتاب می کردند در جاهایی منفجر می شد که فایده نظامی نداشت و نمی توانستند از آن برای جلوگیری از حملی سربازان خسم استفاده کنند. لذا می باید از فاصله نزدیک آن آتش را رو روی سربازان خسم بریزند که بتوانند از آن نتیجه بگیرند. دیگر این که ساختن آتش یونانی خیلی گران تمام می شد. پادشاه مصر نمی توانست مقدار زیادی از آن ماده را بسازد. مجبور بودن از آتش گران قیمت طوری استفاده کنند که حتی ذره ای از آن به هدر نرود و با هر کوزه به توان ای از سربازان خسم را معدوم کرد. زهران روز در حالی که جنگ ادامه داشت دو کبوتر از جنوب اسکندریه به شهر رسیدند بدون اینکه سیاه پوستان از آن واقع مطلع شوند. کبوتران قاصد از طرف فرمانده قشون مصر که در منطقه بود فرستاده شد تا اینکه به پادشاه اطلاع بدهند که به زودی ارتش مصر خود را به اسکندری خواهند رساند قشون مصر در منطقه دلتا دارای وسایل جنگی به خصوص عرابه های زیاد بود. فرماندهی آن را یکی از افسران مجرب مصر موسوم به سزاریو به عهده داشت. سزاریا مردی بود بیباک من تصور میکنم که بتلمیوس سیزدهم پادشاه مصر از او ترسید. برای اینکه در مواقع صلح شغلی که فراخور شجاعت و بیباکی وی باشد به او نمیدادند در عوض او را معمور تهیه سوروسات ارتش میکردند چند سرباز در دسترس وی میگذاشتند تا اینکه در ولایات قله و قلی جمعآوری کند و آنها را به مصر بفرستد تا آنجا که به خاطر دارم دو مرتبه هم او را برای این که راجع به رومی و یونانی مطالعه کند به روم و یونان فرستادند تصور این بود که سزاریو از مصر دور باشد ولی در موقع جنگ نمی توانستند بهتر از او برای اداره کردن یک ارتش بزرگ و سوق دادن ارتش به سوی پیروزی کسی را پیدا کند. سزاریا بعد از اینکه سیاه در صحرا متفرق شدند نخواست که نیروی خود را در قبال آنها تضعیف نماید گذاشت به هر طرف که میخواهند بروند و هرچه میخواهند بکنند او میدانست که حدود تجاوز سیاه از شرق و غرب رود نیل محدود است به هر طرف که بروند مجبورند که برگردند اگر به طرف مشرق میرفتند به دریا میخوردند راه عبور نداشتند، و ناچار به مراجعت می شدند. اگر از مغرب می رفتند، وارد بیابانهای لم یزرع و بیاب مغرب مصر می شدند. هرگاه در آنجا از تشنگی و گرسنگی نمی بالاخره بر می گشتند. خود را به رود نیل می رسانیدند. زیرا شط نیل در کشور مصر منطقه ای است که هر کس بخواهد زنده بماند، نباید خیلی از آن دور شود. وگرنه دچار گرسنگی و تشنگی خواهد شد و معدوم خواهد شد چون سزاریو از این موضوع مطلع بود فکر کرد که باید صبر کند که دسته های متفرق سیاه بوستان برای حمله به اسکندریه در شمال مناطق دلتا متمرکز شوند و آن وقت یک مرتبه حمله نمایند اصاب آن روز تا وقتی که آفتاب سه چهارم از آسمان را طی کرد مدافعین اسکندریه بدون انقطاع با سیاه پوستان جنگیدند. تعداد قوای مهاجم جنوبان چنان زیاد بود که مدافعین شهر هر قد از آنها میکشتند از شمال نیروهای آنها کاسته نمیشد. مثل این بود که آنها از زمین سبز می شوند. کلوپاس را اظهار کرد. فکر می کنم که دیگر در جنوب مصر چیزی که قابل خوردن باشد وجود ندارد. زیران گروه بیشمار هرچه وجود داشته خوردند هرگاه ملخ هم بودند بعد از عبور آنها هیچ چیز باقی نمی ماند. سربازان چیریک ما یا به مناسبت اینکه تازه کار بودند یا بر اثر گرسنگی و تشنگی خسته به نظر می رسیدند ولی من در قیافه کال اثر خستگی را نمی دیدم. در بین سربازان چریک فقط او بود که عرق می ریخت، اما خسته به نظر نمی رسید. وقتی سه چهارم از روز گذشت ما شنیدیم که قوقای سیاه پوستان شدید شد. بسیار به هیجان آمدند و طبل آنها با آهنگ دیگر به صدا درآمد. من در آن موقع نمیدانستم که علت هیجان فوق‌العاده سیاه پوستان چیست. بعد فهمیدم آنچه آنها را به هیجان آورد این بود که متوجه شدند از جنوب ارتش مصر به اسکندریه نزدیک می شود این مرتبه که ارتش مصر از جنوب مصر به اسکندریه نزدیک شد واقعه دوره بتلمیوس دوم تجدید نشد در آن دوره چون شهر اسکندریه فاقد نیروی دفاعی بود مردم قتل عام شدند و تمام ثروت شهر از بین رفت ولی در دوره بیتلمیوس سیزدهم اسکندریه یک نیروی تدافعی قوی داشت که می توانست مانع از ورود سیاهان به شهر شود سیاهان وقتی متوجه شدند که از عقب به وسیله ارابه های ما مورد حمله قرار گرفتند برگشتند تا اینکه خود را در قبال ارابه های مزبور حفظ کنند چون در نظر آنها عرابه ها خطرناکتر از سربازان چریک اسکندریه بود. عرابه های جنگی مصر به طوری که من در تاریخ خواندم پیوست خطرناک بودند. برای اینکه به عرابه ها تیغه های آهنین می بستند. تیغه ها طوری بود که جلوی اسب ها قرار می گرفت. وقتی عرابه ها را با سرعت می راندند، تیغه های مزبور سربازان خسم را نصف می کرد و از بین می برد. وقتی سیاه پوستان برای دفاع از خیش در قبال عرابه ها بر می گشتند. سربازان چریک شهر از عقب به وسیله پرتاب نیزه آنها را مورد حمله قرار دادند. زیرا پشت سیاه پوستان برای آنها یک هدف بدون دفاع بود. می توانستن آنها را از پا درآورند بدون اینکه از حملاتشان بیم داشته باشند. بعد از عرابه ها که دی از سیاه پوستان را به قتل رسانید حمله سخت سوار نظام مصر شروع شد ولی نیروی چریک بیکار نمی نشست دائم سیاه پوستان را مورد حمله قرار می داد و طبق نقشهی که کشیده بودند سربازان سیاه پوست بین دو تیق قرار گرفتند از جلو و از عقب داس مرگ به روی آنها دراز شد نیروهای مصری که مهاجمین را در محاصره قرار داده بودند آنقدر از آنها کشتند که در پیامون اسکندریه زمین از خون سیاه پوستان قرمز رنگ شده بود من در آن روز نمی توانستم اطراف شهر را ببینم فقط منطقه ای را که مقابل کتابخانه سلطنتی بود مشاهده می کردم در آنجا زمین مبدل به قشری قرمز رنگ شده بود که روی آن را با اجساد سیاه پوستان مفروش کرده باشند. سزاریو بعد از اینکه جلوی کتابخانه را از وجود سیاه پوستان مصفا کرد، چند عرابی جنگی و عده از سربازان ارتش مصر را آنجا گماشت. که اگر سیاه پوستان توانستند، باز در آن منطقه مبادرت به حمله کنند، بتوانند جلوگیری کنند در این وقت در منطقه کتابخانه کال و سربازان تحت فرماندهی او که بر اثر جنگ متمادی خسته شده بودند مرخص شدند تا اینکه بتوانند غذا بخورند و رفع آتش بنمایند کلوپاترا به من گفت شرمیون از تخت روان یک قطعه گوشت گاو بردار به کال بده زیرا گرسنه است و احتیاج به غذا دارد سربازانی که تحت فرماندهی کال بودند همین که دانستند که مرخص هستند از کتابخانه دور شدند بعضی از آنها که می دانستند خانه هایشان نزدیک است به خانه رفتند که غذا بخورند بعضی دیگر که خانه هایشان دور بود خود را به یکی از مراکز تقسیم غذا بین سربازان چریک رسانیدند شکم را سیر کردند ولی کال نرفت من یک قطعه گوشت گاو از تخت روان برداشتم و به طرف او رفتم و به دستش دادم. او از من پرسید این گوشت را از کجا آوردی؟ با اینکه پادشاه مصر گفته بود که تمام دکانها می باید هر روز باز باشند و به مردم خاروبار بفروشند، بعضی از اقلام خاروبار به خصوص گوشت گاو خیلی گران شد. زیرا تمام گاوهای مصر در منطقه دلتای نیل را سیاهان خوردند یا کشتند این بود که کال میخواست بداند که من آن گوشت را از کجا آوردم به وی گفتم که کلوپاترا دستور داده است که گوشت مزبور را به وی بخورانم کال روی خود را برگردانید تا اینکه دختر پادشاه را ببیند ولی کلوپاترا آنجا حضور نداشت گفتم کال صورت تو عرق دارد بگذار که من صورتت را خوش کنم کال با دامان خود صورتش را خوش کرد گفت شرمیون تو دختر خوبی هستی ولی از وقتی متوجه شدم که تو کنیز کلوپات را می باشی بین من و تو یک مانع به وجود آمده پرسیدم برای چه بین من و تو یک مانع به وجود آمده؟ کال گفت در شبی که تو به مسافرخانه آمدی و با من صحبت کردی به من گفتی چون کنیز هستی اختیارا در دست خودت نیست ولی من نمیدانستم که تو کنیز کلوپاترا می باشی گفتم چه فرقی می کند که من کنیز کلوپاترا باشم یا نباشم کال گفت خیلی فرق می کند چون هرگاه تو کنیز کلوپاترا نبودی من می توانستم با پاداشی که بعد از مسابقه شیردبانی به من دادند تو را از اربابت خریداری کنم ولی اینک نمیتوانم زیرا کلوپاستا به من نیکی کرد و من نمیخواهم او را از کنیز مقربش محروم کنم متوجه شدم که تو نزد کلوپاستا تقرب داری دیگر اینکه خود مایل نیستی که از دختر پادشاه مصر دست بکشی گفتم کال من وقتی تو را میبینم حس می کنم که میتوانم از دختر پادشاه دست بکشم برای اینکه با تو به سر ببرم اگر تو اکنون خسته نبودی و احتیاج به استراحت نداشتی من برایت حکایت می کردم که هر شب هنگامی که می خواهم بخواهم چشمها را فرو می بندم و در حال تصور و تخیل حس می کنم که انگشت خود را روی لبهای تو میگذارم، و با کف دست شانی تو را لمس می کنم و این اندیشه هیچ شب از من دور نمی شود کال گفت یک تصادف حیرت آور روی داده پرسیدم آن تصادف چیست؟ کال گفت من نیز هر شب همین فکر را می کنم پرسیدم چطور؟ کال گفت من هر شب فکر می کنم که انگشت خود را بر روی لبهای یک زن می گذارم من خیلی از این گفته خوش وقت شدم پرسیدم کال آیا تو نیز هر شب در عالم خیال انگشت خود را روی لبهای من میگذاری؟ کال گفت نه شرمیون زنی که در حال تصور من انگشت داروی روی لبهای او میگذارم کلوپاترا است همراهان عزیز لذت داستان امیدوارم که از شنیدن قسمت ششم از داستان زیبای کنیز ملکی مصر لذت برده باشید فراموش نکنید که نظرتون راجع به این داستان حتما برام کامنت کنید روز روزگار بر شما خوش